بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خدمت بینندگان عزیز و خانواده های محترم، در سلسله مباحث تربیت فرزند در خانواده از دیدگاه اسلام هستیم و با توجه به جلسه گذشته روش تربیتی وقایی و پیشگیری را خدمت شما عرض می کردیم. یکی از موضوعات مهم در زندگی عرفی همه بشر این است که اگر قرار است خطراتی زندگی انسان را در بخش‌های مختلف تهدید کند، انسان‌ها سعی می‌کنند پیشگیری کنند. از جمله در امور مثل بیماری‌ها، امور صحی، بهداشتی. الان که دنیا گرفتار بیماری کووید 19 و یا همون کرونا است، می‌بینید که یکی از بهترین راه‌ها پیشگیری است. شهرها را قرنطینه می‌کنند، رفت و آمدها را کم می‌کنند، اجتماعات را تعطیل می‌کنند، فاصله اجتماعی ایجاد می‌کنند تا ویروس از فردی به فرد دیگر منتقل نشود. در مباحث تربیتی هم پیشگیری کردن بهتر است از این که خدایی نکرده فرزند انسان، دختر پسر انسان دچار مشکل اعتقادی یا رفتاری یا اخلاقی یا دینی شود، بعد بخواهیم او را اصلاح کنیم. همیشه پیشگیری بهتر از اصلاح است. قرآن کریم با توجه به این اصل اساسی و این روش تربیتی به اشاره می کند در سوره مبارکه تحریم آیه 6 می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آورده اید، وقایه کنید، قوا خود را، انفسکم، و بعد در ادامه فرماید و اهلیکم و اهل خود را هم وقایه کنید. از چی؟ از نار، از آتشی که در قیامت برای گناهکاران است. سوال اساسی این است که اهل کی، چه کسانیه که ما باید اونها را وقایه کنیم؟ بر اساس دستورات فقهی که در مباحث مثل میراث مطرحه، کسانی مثل فرزندان انسان، همسر انسان، پدر و مادر انسان، اینها درجه اول کسانی است که از انسان ارث میبرند، پس اینها اهل انسانند. درجه دوم برادر و خواهر و فرزندان برادر و خواهر. درجه سوم کاکا و ماما و عمه و خاله و فرزندان اونها، و بعد درجات بعدی بقیه اقوام و بستگان. پس اهل در یک درجه و در یک درجه کوچک محدود نمی شود. همه بستگان انسان اهلن، ولی هرچه نسبت اونها با ما نزدیکتر باشد، مسئولیت ما نسبت به اونها بیشتر است. پس ما وظیفه داریم نسبت به همه بستگان خود و نزدیکان خود وقایه کنیم و اونها رو تلاش کنیم که از اون آتشی که وقودها الناس والحجاره، از اون آتش خطرناک حفظ کنیم. و نکته دوم اینه که ما اگر بخوایم اهل خود رو وقایه کنیم، با چه روشی میتوانیم وقایه کنیم؟ بگذارید که یک حدیث تاریخی عرض کنم. دیدن یک پیرمردی محضر رسول خدا آمده، شروع کرد گریه کردن، ناراحت. گفتن چی شده؟ گفت که انا عجزت عن نفسی، من از این که خود رو وقایه کنم و نگه دارم و خود رو ببرم بهشتی بسازم عاجزم. کلفت و اهلی، بر اساس ای آیه وقایه، آیه ششم سوره تحریم، من مکلف شدم که اهل خود رو هم وقایه کنم. حضرت فرمود ناراحت نباش، فقط شما باید اونها رو معارف دینی رو آموزش بدی، اعتقادات را، اخلاقیات را، فقه و شریعت را، اونها رو امر و نهی بکنی و کاری کنی، تمرین بدی افراد خردسال را و اینها. اما اینکه در آینده اینها واقعا 100% عمل میکنن یا نمیکنن، بهشت میتوانن برون یا نمیتوانن برون، او دیگه به دست شما نیست. فرمود حسبک ان تأمرهم به ما امرهم الله، تو امر کن ها را به اونچه خدا امر کرده، و تنها هم اما نها هم الله ان، و نهی کن ها را از چیزی که خدا نهی کرده. همین کفایت میکنه. تو وظیفه داری اراعت و طریق کنی، راه رو به اونها نشان بدی. وظیفه نداری حتما اونها را به بهشت برسانی، چون اراده اونها هم هست، محیط هم تأثیر دارد، دیگران هم تأثیر دارد. امیدواریم که
خانواده های محترم در امر تربیت فرزند به ویژه تربیت وقایی موفق باشن. ادامه مباحث در جلسه آینده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.